سلام به همه شما عزیزان، امید است جور صحتمند و سرحال باشین. از سیلا شیمیستم، باز هم با یک درس نو در حضور شما قرار دارم. درس امروز ما آموزش اصطلاحات خیاطی است و به خاطر فراگیری است همه اصطلاحات، ما دامن کوچک به سایز کوچک آماده ساختیم که با دوختن از این دامن کوچک شما نه تنها با تمام اصطلاحات خیاطی آشنا میشین، بلکه با روش دوختن یک دامن ساده نیز بلدیت حاصل میکنین. خب این اصطلاحات ما در این درس فقط روی چهار اصطلاح کار میکنیم. اصطلاح اول ما سیم الونس یا درز مایه است. خب درز مایه چیست؟ درز مایه این فاصله از درز تا حاشیه تکه تعیین کرده که درز مایه نظر به جنسیت تکه و نظر به موقعیت درزا فرق میکنه. مثلا در تکای نخی یا واون این درز مایه معمولا بین 1 سانتی تا 1.5 سانتی می باشه و در تکای جرسی زیر 1 سانتی می باشه. اصطلاح دوم ما سایت سیم یا درزای بغل است. کی دو درز بغل است؟ کی درزای بغل هم نظر به زخامت تکه فرق میکنه که در این تکای دبل این به شکل اوپن سیم یا درز باز دوخته میشه، که یعنی درز پیش رو درز پشت سر دوخته میشه و جداگانه به صورت باز سرج میشه یا زیگزگ میشه و اوتو میشه. ولی درگان پارچه به شکل کلوز سیم یا درز بسته است که مثل این نمونهش است. یک میبینین درز پیش رو درز پشت یک جا با هم سرج شده و به طرف پشت قاد داده شده. معمولا درزای بسته به طرف پشتی را قاد میدین و اوتو میکنین. خوب اصطلاح سوم است درز سنتر باک سیم یا درز وسطی عقب، که در اینجا که میبینین این درز معمولا به شکل باز دوخته میشه، یعنی جدا دوخته میشه و اوتو میشه و سرد میشه. به خاطر از اینکه تعادل در نظر گرفته شده چون درز وسطی است، و دومی که اکثر اوقات در درز وسط یا در پایانش چاک دوخته میشه و در قسمت بالاش زنجیر، و خاطر این بسیار مهم است که این درز به شکل باز دوخته شده، یعنی اوپن سیم باشه. اصطلاح چهارم ما فایف یا دارت. این دارت به انگلیسی دارت و فارسی خود ما فایف. و فایف به خاطر چی و در کجا دوخته میشه؟ اکثرا در فایف از دوختن در فایف در قسمت کمر زیاد استفاده میشه، به خاطر از اینکه اندازه دور سورین تا دور کمر یعنی زیاد تفاوتش زیاد است. او رو نمیتونی که همه تفاوتش در درز بغل بگیریم. به خاطر فایف فال در کمر معمولا استاندارد است 4 فایف میموشه، که دو فایف در پیش رو، دو فایف هم در پشت سر. ولی اگر تفاوت بین سورین و کمر اضافه تر از 10 اینچ باشه، در اون صورت باید به فایف های خود بیافزاییم، یعنی معمولا 4 فایف در پیش رو و 4 فایف در پشت سر گرفته میشه. و چون ولی اندامایی که به شکل مستطیلی است او یعنی ضرورت حتی به دوختن فایف نداره، چون دور سورین و کمر و دور سینه تقریبا یکی می باشه، یعنی فاصلهشون بسیار کم است. امو تفاوت در بین درزای بغل میتونست به بسیار آسانی بگیریم که یعنی ضرورت به فایف نمی باشه. اما به اندامایی که به شکل اوورگلاس یا باریک کمر باریک باید یعنی فایف زیاد مهم است و زیاد از دوختن فایف زیاد استفاده میشه. خب در این درس فقط روی زمین 4 اصطلاح کار میکنیم و به خاطر از این پاتن سایز نیمه را آماده ساختیم، دامن سایز نیمه که اینجا که میبینین خود فایف هایش است که روی کاغذ رسم شده و یا جای چاک دامن است، نقطه است که چاک دامن از شروع میشه و اینجا جای قاتش است و هم جای زنجیر است که و
دامن پیش رویش که میبینین، یه علامه را که میبینین یه علامه قات است، که عرض زمانی که یه علامه را در روی پاتن میبینین به این مونه پارچه تانه این پاتن را روی پارچه قات شده بگذارین و قیچه گرین. خب و ایام لایه کمر است، لایه پیش رو و پیش سر. خب اینالا که پاتن از روی پارچه میبرداریم و شروع میکنیم به دوختنش. و در قسمت که میبینین فیفه را ما روی پارچه رسم کردیم و چون دوختن فیف این کار ساده نیست، به خاطر در شروع باید رسم کنین در روی پارچه تان و روی زمین حتی تان بدوزین تا که اگر اندازه پرکتیس تان قوی شد باز میتونین فقط قسمت بالایش را نشونی کنین و قسمت پایانش را که نقطه ختم میشه و نقطه بالا را. خب این حال شروع میکنیم به دوختن از این. در قدم اول در دوختن در فیفا شروع میکنیم، به خاطر از اینکه هر که با پارچه خرد این کار شروع کنین براتون آسان تر میشه. پیش از اینکه درزای بغل بدوزیم و درزای وسط شروع میکنیم به دوختن فیف. و در فیف قسمی که دیدین ما رسم کردیم نمو جای فیف در روی پارچه و وقتی که میخواین بدوزین اول قاطش میکنین مساوی اون جایی که نشانی شده اون رو قاط میکنین پارچه را و زیر ماشین به این شکل قرار میدین و یک سانتی مستقیم پایان میین این درز راست و فراموش نکنین که درز کتمه بازگشت فشار بدین، چون بسیار مهم است که این درزتان محکم بیه و به این شکل روی امو خطه که رسم شده میاین میدوزین و یگانه جایی که تکمه بازگشت فشار نمیدین ختم فیف است. دندانه رو به این شکل دامه میتین دخته میرین و اما پارچه رو دور میکنین و به این شکل تا که به یک شکل زنجیر در ختمش امی گوکتان تارتان به شکل زنجیر ختم شده و بعد از یک نیمه چون رو قطع میکنن که جلوگیری میکنه از باز شدن فایف تان. خب فایف ما دخته شد اینا در زای خب به این شکل هر چهار فایف هم میدوزین و بعد از او در زای بغل هم میدوزیم. اول در زای بغل میدوزیم به این شکل میتونین سنجاق بزنین به خاطر از اینکه پارچه از پیشتان شور نخوره و حساب بینیدم شروع در ختمش سنجاق بزنین و درز مایی ما نیمنچ است به این شکل و پارچه ما برابر به خط نیمنچ قرار میدون و میدونیم بازم تکمه بازگشت فراموشتان نشه و در شروع و در ختم بسیار مهم است. درس بغل ما یک بغل دخته شد حالا درس بغل دوم رو میدوزیم به این شکل. و بعد از درز هر دو بغل باز درز وسط و کوشش کنین تارا اضافی تنه در مرحله به مرحله قیچی کنین برتان کمک میشه. خب درزای بغل ما دوخته شد اینا حالا پیش از این که درزای درز وسط بدوزیم بهتر است که درزا را زیگزگ کنیم یا سرچ کنیم درزای بغل و درز عقبه، چون درز عقب درز باز است به خاطر را باید پیش از اینکه بدوزیم باید اولی را آشی تکر را باید همیشه زیگزگ یا سرچ کنیم بعد از او درز وسط را میدوزیم.
خب دوستا در زای ما همش سرچ شده و در زای عقب بغل ما یعنی اوتو شده و به طرف عقب قات شده که معمولا در زای بغل معمولا به طرف عقب باید قات شده و اوتو شده و فیفا هم همچنان فیفای پیش رو باید به طرف مقابل هم دیگر میبینین مقابل هم دیگر قاد شوه و اوتو شوه و در فیفای عقب به طرف خط درز مرکزی درز وسط مابینی با دی قاد شوه و اوتو شوه. خب این حالا درز وسطی را درز پشت درز عقب و وسط میدوزیم اینجا که میبینین اینجا جای زنجیر است ما این نقطه که میبینین اینجا زنجیر شروع میشه و این نقطه هم نقطه شروع چاکش است. بنابراین اینجا را سنجاق میزنیم و از این قسمت تا این قسمت میدوزیم که درز وسطی ما میباشد یا سنتر باک سیم و این بسیار مهم است که در این قسمت در تکمه بازگشت دو سه بار فشار بدین که مهم است که این درز باید صحیح محکم شد چون زیاد فشار سر از این چاک میه و خاطر اکثر دامن از این قسمت درزش باز میشه و هر قدر که دو سه بار میدوزین و مقدر درزتان محکم تر و دوامدار میباشه. خب درز وسطی ما دوخته شد و این حالا ایره اوتو میکنیم به شکل باز به این شکل و ای بود درس امروز ما. تا درس بعدی شما رو به خداوند میسپارم. خداحافظ.